خب دوستان عزیز، چطور اسم این برنامه رو بذاریم؟ صبحگاهان با شما. دریم 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 دریم. یادتونه اون وقتا ساعت 7 صبح این آهنگ رو میزد؟ بعد من هیچ وقت نشنیدم که به اصطلاح شعری هم روش باشه، ولی یکی از دوستان بعد در صورت آهنگ بسیار زیبا توی شیراز مخصوصا یک به اصطلاح حس و حالی به آدم میداد که نگو و نپرس. خب بنویسید ببینیم شما کجا هستید، این برنامه رو کی میبینید، از طریق فیسبوک به صورت زنده میبینید، از طریق یوتیوب وقتی میذاریمش روی یوتیوب میبینید، و نظرتون کلن چیه. امروز پنجشنبه است، 21 یا دیگه بعد از کووید روزها یادمون میره، تاریخ ها یادمون میره. بعضی ها میگن این مال واکسن هایی که زدین. نه عزیزم، مال اینه که 2 سال همه خوردیم و خوابیدیم، نه سر قراری باد میرفتیم نه سر کار باد میرفتیم. اینه که اون نامرتبی زمان کووید همینجوری مونده توی جسم و جونمون، و حالا هم که میریم سر کارو میایم به اصطلاح بدنمون و فکرمون تنبل شده. خب دوستان عزیز، آقای رونالدو در ایران و آقای رئیسی در نیویورک. یه فیلمی بود اسمال در فرنگ، یا یک دیگه بود نمیدونم چی در اصفهان. حالا این اسمشو نوشته بودن ابرام در نیویورک، بعد یکی نوشته بود به خدا اگر کره زمین رو بذاری جلوش نمیتونه نیویورک رو روی نقشه پیدا کنه. اتفاقا جالبه، از موقعی که جی پی اس اومده و جی پی اس استفاده میکنیم، ماها هممون همین جوری شدیم. و این بغل رو نشون میده شما یه وقت به قول شیرازی ها سرپرک نگیرید. میخوان یک کم اینجوریش کنم که کمتر بیرون رو نشون بده، و در اصل حالا دیگه اون رو نشون میده. فکر این نبودم، باید یه چیزی پیدا کنم که بذاره جلو، از جلو نشون بده که منم وقتی جلو نگاه میکنم مثل این باشه که دارم به شما نگاه میکنم. چون میگن که چشم دریچه حس و فهم و مغز و شعور انسان هست، و به همین خاطر میگن از دل برود هر آن که از دیده برفت. و اما شما نظرتون چیه؟ این نشست های هر ساله سازمان ملل در نیویورک و این تظاهرات بیهوده. بهتون گفتم خیلی جالبه این کلمه هوده و بیهوده، همه بیهوده رو استفاده میکنیم، ولی من ندیدم یه جایی بگه که این حرکت هوده‌ای بود. بگذاریم، به نظر من این حرکت تظاهرات بیرون سازمان ملل یک حرکت بیهوده‌ای بوده و هست که سالها انجام میدن و هیچ فرقی نمیکنه. فقط مردم نیویورک یه مش فوش میدن به اینا که راه رو بند میارن، ترافیک رو زیادتر میکنن و الی آخر. و الا چه احمدی نژاد باشه، چه روحانی باشه، چه رئیسی باشه، اینا میان یه مشتی گاو و گوسفندی رو هم به عنوان همراه میارن، اونا هم یه مشتی زن و بچه همراهشون میارن و خرید میکنن و میبرن و تو ایران پوز میدن مثل این مرده که نمیدونم وزیر ورزش کیه، دخترش رو برداشته برده پلو رونالدو، بعد میگه که این اومده بود ازش بپرسه آیا شما براستی خلق فلسطین را حمایت میکنید. واقعا اینا من نمیدونم، شب که میرن خونه نگاهی تو صورت همون دختره میکنن خجالت نمیکشن؟ ولی بعد فکر میکنم نه دیگه، اون کرخر دخترم توی خونه یه همچی الاغی بزرگ شده، عادت داره به اینکه پدر مادرش دروغ بگن. بگذاریم، که ماشین اونجا پارکه نمیفهمه. خب تو دست تو ماشین پارکه، باید یواش بیا یا پشت اون وایسی تا من برم، اصلا داری میاد بزنه به ما. خلاصه این چی
داشتیم میگفتیم. باز برگردیم به همین نیویورک. خانم نازنین بنیادی توی یکی از این نشست‌های مهم نرفته چون اونها رئیسی رو دعوت کردن. ببینید دوستان، فعالای سیاسی ما وقتی خانم نازنین بنیادی باشه، کسی که توالت تام کروز کی بود مرده اونه بیشه اونو باید میشسته، کسی که یه مدت توی اون دین ساینتولوژی رفته بوده، خب دیگه نتیجهش این میشه. آخه یکی به این بگه احمق، اون که تو این جلسه هست اقلا تو برو بدون روسری و با لباس معمولی هم برو، از حق خودت و حق دیگران به اصطلاح دفاع کن. اینه دیگه، ما که نمیتونیم کاریش بکنیم. اینم از این. دیروز یه برنامه من کوتاه همین صبحگاهان با شما یا سربی با شما درباره حضور رونالدو در ایران گفتم. دوستمون آقای اکبری خیلی قشنگ نوشت که این فوتبالیستا وقتی زرتشون در میره یا لاستیک شغلشون پنچر میشه، خودشون رو میفروشن به کشورهای عربی. و شما دیدید اون یکی دیگه کی بود آخر عمری شلوارش داشت از کونش میافتاد میرخصید، بعد همیشه مس بود، من اسم اینا رو بلد نیستم، و چیز بود. یعنی اینا هم بدبخت ها تو جوانی معروف میشن، بعد یکم که پیرتر میشن چون به اصطلاح توجهات یا توجه ها ازشون کم میشه افسرده میشن، زندگی هایی که دارن نگاه میکنن میبینن که همه دوستای حقیقیشون، همه فامیلشون اون موقعی که معروف و مشهور بودن به خاطری که اینا به اونا کمک نکردن ولشون کردن. حالا اونایی که دوستشونن یه عده هستن فقط برای پولشون و مهمونی هایی که میذارن به اصطلاح بخور و ببر و اینا با اینا هستن. یعنی اینا زندگی احساسی یا زندگی احساساتیشون هر کدومش که درسته خالیه و به وسیله الکل، مواد مخدر و اینها پرش میکنن. برای شاهین غلامرضایی دوست خوبمون نوشتم آقا شما جوونی یادت نمیاد وقتی که پله اومده بود ایران، اصلا ما که میخوندیم پله نمیفهمیدیم پله کیه، چی به کجا به کجا، ولی یه شور و حالی بود که نگو و نپرس. شما نظرتون چیه دوستان؟ این برنامه‌ای که در ماشین به اصطلاح صحبت میشه حقیقتاً بهترین وقتیه که ما داریم. البته خود من باور داشتم این کار خطرناکیه که حین رانندگی آدم صحبت کنه، ولی وقتی که شما حین رانندگی تلفن جواب میدی، تکس میزنی و اینها، این کار از همش کمتر خطر داره چون یه طرفه است. چون من نمیخوام جواب بدم ببینم آقای اکبری چی میگه، آقای غلامرضایی چی میگه، آقای طهمورث چی میگه، ایکس چی میگه، آتیلا آریا چی میگه و الی آخر. و اینجوری حقیقتش مزاحم وقت منم نیست که من از وقتم بخوام بذارم. امروز دیروز بود آقای رامین اعتبار، واقعا تعجب میکنم بعضی از دوستان که اینقدر فهم و شعورشون کمه. حقیقتش هم چون همش رفتن دنبال درس خوندن و مدرک گرفتن برای مامان جون و بابا جون، نبودن تو جامعه، یاد نگرفتن که آقا تو نمیتونی و نباید به من بگی من چی بگم، راجع به چی برنامه بسازم. تو میتونی بیای برنامه بسازی، توی برنامه بگی که سوربی که اینجوری میگه این اشتباهه، درستش اینه. برای من نوشته که آقا آیا بهتر نیست به جای رضا پهلوی به آخوندا نمیدونم توجه کنی؟ گفتم آقا شما برنامه درست کن، درباره آخوندا صحبت کن، بفرست بیاد، من یکی دو برنامه اولت هم مجانی نشون میدم، تا اون وقت ببینی مردم مسخرت میکنن، میگن آقا اینه که 44 سال دیگران گفتن به جایی هم نرسیده. میدونی اینا دو تا هدف دارن، اولیش اینه که به اصطلاح توجهی که
همین 300 نفر 400 نفر 20000 نفر روی فیسبوک به ما دارن، اینا یه جوری منحرفش کنن. دوم اینه که میخوان اشکالات افرادی مثل رضا پهلوی. دیشب با یکی از دوستان صحبت میکردم، گفتم آقا من یه دبیر هنرستان بودم که از 16 سالگی تو ایران از معلمی و نمیدونم چیز شروع کردم، بعد وقتی 28 سالم بوده ایران رو ترک کردم رفتم آلمان، 2 سال اونجا بدبختی کارگری اینها، بعد اومدم آمریکا، وقتی خونم رو تو ایران فروختن شد 480,000 تومان، اون موقع دلار 60 تومن بود، شد 8,000 دلار. یه جوون ایرانی، پدرم هم هیچ وقت چیزی نداشت، وقتی هم فوت شد ارثی برای ما نذاشت و از این بابت خیلی خوشحالم، چون دیدم که اونایی که ارث میذارن رابطه میراثخور چی میگن، اونایی که بهشون ارث میرسه به هم میخوره و داستانها دارم، من میتونم راجع بهش کتاب بنویسم. خلاصه اینا میخوان افرادی مثل رضا پهلوی رو کسی زیر ذره‌بین نذاره و اشکالاش نشون نده. دوستان یکم فکر کنید، برگردید به سال 57، ببینید شما چند پول داشتید. رضا پهلوی سال 57 به گفته خودش 62 میلیون دلار پول داشته. جالب تر از این اینه که آقای انصاری میگه این دروغ میگه، این فقط یه فقره از پولاش هست، پول نقدینه‌ای که اینجا دستش بوده وقتی ایشون تو تگزاس بوده و خوش میگذرونده و به اصطلاح داشته آموزش خلبانی میده. دوستان این خلبان شدن رو خیلی بهش چی میگن، چی به لالاش نذارین، لیلی به لالاش نذارین. آقا هر گوساله ای رو، نمیخوام توهین کنم به خلبانا، ولی هر گوساله ای رو شما بیاری این همه مدت آموزش بدی خلبان میشه، بعدم تا امتحان ازش نگیرن که نمیذارن هواپیما رو ببره پرواز کنه. آقای رضا پهلوی نمیدونم یه بار مثل که پرواز داشته، من حتی نمیدونم که این مدرک خلبانی رو هم گرفته یا نه. تازه این خلبان جتای جنگی، حالا اگه بخواد بیاد خلبان مثلا ایر فرانس بشه، یونایتد ایر بشه و اینها، لابد اونا یه آزمایش‌های دیگه دارن که هواپیمای بزرگتر رو چجوری به اصطلاح کنترل کنه و الی آخر. شما میدونی شما دکتر هستی تو ایران، میای اینجا میگن اوکی دکتر هستی ولی باید بری دوباره امتحان بدی، وکیل هستی میگن باشه ولی باید دوباره امتحان بدی. وکیل همین آمریکا وقتی از دانشگاه وکالتشو میگیره باز باید بره امتحان بده تا بتونه با اون اجازه، همین لایسنس که میگن، با اون پرمیت اجازه کار بهش بدن که آقا حالا میذاره تو دفتر کارش که بله من در این منطقه اجازه دارم وکالت کنم. شما میری بهش یه چیزی میگی، میگی نه اون مریلند من نمیتونم، اون واشنگتن من نمیتونم، اون تگزاس من نمیتونم، اون نمیدونم پرونده فدرال دولتی، فدرال همه دولت میشه، من نمیتونم، من فقط ایالتی یا میتونم، اینجا ما بعضی ها میگن فرمانداری ویرجینیا مثلا قضاوت نه وکالت کنه. در هر صورت دوستان اگه شما هم با گفته های من موافق هستید خب لطف کنید بنویسید، حمایت کنید اگه میتونید. اگه مخالف هستید حقیقتا من بیشتر دنبال شما هستم که بیاین صحبت کنید که این برنامه ها از گفت و گفت و گفت تبدیل بشه به گفت و شنود، یا همونجوری که قدیم میگفتیم گفت و گو. هوا یکم سرد شده، من مجبور شدم این کاپشن رو بپوشم. این کاپشن ها رو تو آمریکا بهشون بادگیر میگن چون خیلی نازکه، این الان داره دیگه پاییز میشه، یه بادی صبح میاد، صبح که میری سردته، زور که میشی از گرما داری میپزی، کولر روشن میکنی، دوباره عصر و شب که میشه سردته. امیدوارم که زندگیتون و قلبتون همیشه گرم باشه، گرما رو میشه تحمل کرد ولی سرما اوه خیلی بدم میاد از سرما. خب
نمیدونم موضوع دیگه ای اگه هست میخواین راجع بهش صحبت کنید بنویسید و من دنبال خلبان فرغانی میگردم که باهاش صحبت کنم. ایشون کسیه که راجع به اون هواپیمای C-130 130 ایرانی عددی هواپیمای هرکولس هست و خود من چون چتر باز بودم با از اون هواپیما ها ما رو میپروندن، بهش میگفتیم هواپیمای خرپرون. خلاصه درباره سقوط اون هواپیما، چون هواپیماییه که مخصوصا اونایی که موتور داشت، موتور ملخی داشت میچرخید، میگن امکان نداره 4 تا موتورش با هم همزمان از کار بیفته و این یه دسیسه یا سبتاژ یا خرابکاری بوده. اگر کسی شماره تلفنی از آقای فرغانی میدونه یا ایمیلی از ایشون میدونه، ایشون گویا تو سان فرانسیسکو زندگی میکنه، کالیفرنیا، من مایل هستم با ایشون تماس بگیرم. اگر نه during این ویکند، فردا جمعه، شنبه، یه شنبه میگردم شاید ایشون رو پیدا کنم. عدسم گرفته اینجا دارن کار میکنن. ببخشید، احتمال زیاد خاک میاد تو سیستم و خاک آدم رو به عدسه میندازه. حالا میفهمیم خاصیت این موهای دماغ چیه. در صورت که تو فارسی وقتی یه کسی مزاحمه بهش میگن موی دماغ ما شده. دوستان، موی دماغ مثل فیلتر هوای ماشینه، مثل فیلتر کولر خونتونه. حالا چون عدسه کردم، ما عدسه که میکنیم دیگران میگن عافیت باشه، اینجا عدسه که میکنیم میگیم ببخشید، اکسکیوز می، اونا میگن که بلس یو. دلیلش میدونی چیه؟ وقتی عدسه میکنید ثابت شده برای 1000، 1/100 ثانیه، هرچی، اصلا شما میمیری، میری او دنیا و برمیگردی. به این خاطره که اونا بهت میگن بلس یو، خدا بیامرزته. دوستان عزیز، در مورد وجود خدا شما چی فکر میکنید؟ آیا خدایی هست؟ با این همه ظلم، با این همه بی‌عدالتی، البته تو یک قسمت میگن خدا عدالت رو رعایت کرده، همه از بیپولی مینالن، همه از بیمسکنی مینالن، ولی شما نمیبینی یه نفر شکایت کنه بگه خدا به من عقل کم داده. اینم جوک امروز. برید خوش باشید، به امید فردایی بهتر و آیندهی روشن‌تر. روز روزگار بر شما خوش.